صبح بخیر، عصر بخیر و شبتون بخیر بچه. توی این ویدیو یاد میگیرین چطوری از این دمیج به این دمیج برسین. رسیدن بهش هیچ کاری نداره، فقط سه مرحله داره: فلیم، گلدن واو و فلسکتون. اسم بیلدو میذاریم بیلد شرنگدار، چون میتونین در باس فایت ها 220% دمیجتون رو افزایش بدین. شریدر دو تا بیلد داره، یکی واسه پلیرای اوایل بازی که میتونن ازش استفاده کنن و یه ورژن دیگه هم واسه اواسط و اواخر بازی داره که دمیجش بسیار بسیار شوکه کننده است. قراره از یکی از فوق قدرتمندترین سلاح‌های الدن رینگ واسه بیلد شریدر استفاده کنیم، بلاسفمس بلید. این سلاح علاوه بر این که دمیجش حرف نداره، بلکه میاد خونتون رو هم واسه تون کلی هیل میکنه. واسه گرفتن این سلاح باید شاگرد شریدر رایکارد رو شکست بدین که خوشبختانه خودش سلاحی که باید باهاش باس و نفله کنین رو بهتون میده. بعدش با ریممبرنسش در راوند تیبل هولد میتونین صاحب این سلاح بشین. این بدین معناست که میتونین به محض وارد شدن به والکینو منر این سلاح رو به دست بیارین و خبر خوب، همون اول بازی میشه راحت بهش وارد شد و همونطور هم که گفتم سلاح مخصوص نفله کردنشو خودش بهتون میده و این یعنی واسه کشتنش فقط باید جاخالی دادن بلد باشیم و بس. با بالا بردن استات های استرنگس، دکسریتی و فیس میتونین قدرت بلاسفمس بلید رو هی ببرین بالاتر. با ضربه زدن 4% از خون و با کشتن دشمنو هم 40% از خونتونو یه جا واسه تون هیل میکنه، ولی به نظرتون این واسه مون مهمه؟ نه، ما فقط عشاوارشو میخوایم. این عشاوار با هر بار ضربه زدن به دشمنا میاد 10% از خونتونو بهتون برمیگردونه، که این یعنی دوروبر 150 تا HP که واقعا محشره. چرا؟ چون فقط عشاواره به دشمنمون بخوره کافیه تا خونمون پر بشه، لازم نیست حتما دشمن یا باس بمیره. ما هم همینطور ازش استفاده میکنیم در برابر باس ها. این اسکیل واسه انجام شدن 30 تا FP مصرف میکنه، که این یعنی اگه استت مایندتون 30 باشه میتونین 7 بار ازش استفاده کنین، عدد شانس. بعدش هم مایندو پر میکنین و دوباره 7 تا دیگه. میدونم یکم زیاده، ولی کاملا ارزششو داره. ارزش خونی که هیل میکنه و همچنین دمیج وحشتناکی که میزنه رو دارا هستش. واسه افزایش قدرت عشاوارمون که دمیج آتش به دشمنا وارد میکنه، بله، باید استت فیسمونو تقویت کنیم. یعنی چی؟ یعنی نباید بیایم استت استرنگس و دکستریتی رو هم همراه فیس ببریم بالا، نه، باید فقط روی فیس مانور بدیم. بگین بچه فیس، ایمان. این اسکیل دامنه زیادی هم داره و میشه از فاصله دور دشمنو هدف قرار داد. همینشه که منحصر به فرد و حیرت آورش میکنه، ولی صبر کنین، هنوز مونده. هیچ دشمنی نمیتونه موقع زدن عشاوار اتکتون رو از وسطش خراب بکنه. حتی اگه یه باس یا یه دشمن خیلی غول پیکر بتونه اتکتون رو خراب کنه، بازم خونتون وسطون هیل میشه. این سلاح قبل از عرضه DLC هم یکی از فوق قدرتمندترینای بازی اصلی بود و الان به لطف DLC اصلا ارزش معنوی پیدا کرده، چون با تالیسمن درد میتونیم اسکیلشو 15% تقویت کنیم، به اضافه یه تیر بلاد ساکینگ که دمیجمونو 20% دیگه افزایش میده. با تمامی آیتمایی که بازی اصلی و همچنین DLC در اختیارمون میذاره، قراره با این سلاح دو تا بیلد درست کنیم. بیلد اول واسه اوایل بازیه و به محض ورود به ماونت گلمیر میتونین بسازینش. بیلد دومی هم مخصوص اواسط و اواخر بازیه و به محض ورود به DLC ترتیبشو میدیم. بریم سراغ بیلد اولمون. واسه آرمور باید از ست رویال ریمینز استفاده کنیم، چون ویژگیش اینه که میاد خونمونو واسه مون کم کم هیل میکنه. گرفتنش هم کاری نداره، در اوایل بازی وقتی به راوند تیبل هولد فست ترافل میکنین، یه اینویدر به نام انشا بهتون حمله میکنه و باید از رو دستش انشا بنویسین. بله، بعد از اینکه کشتینش میتونین آرمورش رو دم در کتابخونه گیدین آفنیر لوت کنین.
سلاح اصلیمون بلاسفمس بلید هم واسه تقویت شدن به سامبر اسمیتینگ ستون احتیاج داره، پس تا میتونین آپگریدش کنین. سامبر اسمیتینگ ستون ها خیلی راحت به دست میان و در همون اول بازی میتونین سلاحو کلی آپگرید کنین. واسه سیلمونم از فینگر سیل استفاده میکنیم که به محض ورود به راوند تیبل هولد میتونین از توین میدن هاسکس خریداریش کنین. اسمو توین میدن هاسکس. اما تالیسمنامون که اولیش واریور جار شارده و میاد اسکیل سلاحمونو 10% تقویت میکنه. این تالیسمنو الکساندر واسه تون دراب میکنه، گراهام بل. بدون تکمیل کردن کوست لاین طولانیش کافیه همون اول بکشینش تا این تالیسمنو به دست بیارین، تموم شد و رفت. همون خمرهی که حرف میزنه بچه ها. تالیسمن بعدی هم تو فینگر ایرلومه، چون فیسمونو در جا 5 تا میبره بالاتر که میتونین در اینجا پوریفاید روینز پیداش کنین. فایر اسکورپیون چارم رو هم داریم واسه تقویت 12% دمیج آتشمون که میتونین در این قلعه ای که در ماونت گلمیر قرار داره پیداش کنین. تالیسمن بعدیمون هم کریان فلیگریت کرست نام داره که میاد اف پی مصرفیمونو واسه استفاده از اسکیل کاهش میده. این تالیسمنو میتونین از ای جی خریداری کنین. بعد از اینکه کوست لاین بلاید رو یکم پیش بردین، اصلا بلاید هم نمیخواد، همون رانی یکم پیش ببرین حله. در مورد اسپلا هم قراره از گلدن واو استفاده کنیم که دمیجمونو 15% دیگه میبره بالاتر. این اینکانتیشن ها میتونین در کورپس استنچ شک که در ماونت گلمیر واقع هستش پیدا کنین. همچنین فلیم گرانت می استرنگث رو هم داریم که میاد دمیج آتشمونو 20% دیگه میبره بالاتر، خدا رحم کنه. این اسپلا میتونین در اینجا پشت قلعه گیل بین دوتا عرابه آتشین پیدا کنین. واسه فلسکمونم از تیر فلیم شراودینگ استفاده میکنیم که تا 3 دقیقه دمیج آتشمونو 20% میبره بالا. با نابود کردن ارتری اوتاری که در کیلت قرار داره میتونین به دستش بیارین. کریمسن برست کریستال تیر رو هم داریم که میاد خونمونو تا 3 دقیقه هی پشت سرم 7 تا 7 تا هیل میکنه. با شکست دادن ارتری اوتاری که اینجاست میتونین پیداش کنین و به دستش بیارین، ولی میتونین عوضش کنین اگه دلتون خواست. واسه گریترون هم از گریترون ردان جونی که میاد خون اف پی و استقامتمونو بیشتر میکنه استفاده میکنیم. در مورد استات ها هم فقط به 40 تا ویگر نیاز داریم. 25 تا مایند، 20 تا اینجورنس، 22 تا استرنگث، 15 تا دکستریتی و 35 تا هم فیس. کافیه. حالا بیلد اول بازیمون که من یکی تا آخر DLC با همین بیلده پیش رفتم آماده است. استات های زیادی رو نمی طلبه ولی دمیجش بسیار بسیار زیاده و خونمونو هم وقتی حواسمون پرت باس فایت واسمون هیل میکنه. همین بیلد خودش میتونه تا آخر بازی ببرتتون. اما بریم سراغ بیلد شریدر شیطانی. آرمارمون اینجا آرمار راکشاسایه که میاد دمیجمونو کلن 8% میبره بالا. در ایستر نیملس مازلیم با شکست دادن خود این کارکتر میتونین آرمارش رو بگیرین. سلاح زلزلمونو هم تا مثبت 10 میبریم بالا، چون کاملا ارزشش رو داره. سیلمون همون فینگر سیله که میشه از توین میدن در راوند تیبل هولد خرید. تالیسمن اولمونم شارد آف الکساندر که میاد اسکیل سلاحو 15% میبره بالاتر. واسه گرفتنش باید کوست لاین الکساندر رومخ رو کامل انجام داده باشین. من ترجیح میدم از همون تالیسمنی که در ازای کشتنش به دست میارم استفاده کنم. فایر اسکورپیون چارم رو هم واسه تقویت 12% دمیج آتیشمون داریم که کجا میشد پیداش کرد؟ اینجا. تالیسمن جدید بعدیمونم تالیسمن آف درد هستش که دمیج آتش رو یه 14% دیگه تقویت میکنه. اینو میتونین از یه جسد که در منطقه الدرز چی نوشته؟ هاول در اینجا پیدا کنین. خلاصه تالیسمن آخریمونم همین کریان فلیگرید کرسته که اف پی مصرفیمونو 3/4 میکنه و میتونیم از ای جی بخریمش. با هر تالیسمنی که دلتون خواست میتونین عوضش کنین بچه ها. اسپلامونم باز گلدن واوه واسه تقویت 15% دمیج، به اضافه فلیم گرانت می استرنگث واسه تقویت 20% دمیج.
واسه فلسکمون هم از فلیم شراودینگ استفاده میکنیم واسه تقویت دوباره 20% دمیج که با نابود کردن ارتری اوتار کیلت به دست میومد، به اضافه یه تیر بلاد ساکینگ که دمیجمونو 25% میبره بالاتر، با نابود کردن گالم کوره‌ای که اینجاست میتونین به دستش بیارین. واسه گرترون هم از مال مورگات استفاده میکنیم چون خط خونمونو 25% بلندتر میکنه 1/4 و این یعنی سلاحمون بیشتر ما رو هیل میکنه. از اونجایی هم که ویگرمون کمه خیلی به دردمون میخوره، اینطوری دیگه نگران تیر بلاد ساکینگ که میاد خونمونو میخورم نیستیم، خط خونمون از اون طرف زده بیرون. واسه استات هم 60 میدیم به ویگر، 35 تا مایند، 25 تا اینجورنس، 22 تا استرنگز، 15 تا دکس و در نهایت هم 70 تا فیس. بیلد شریدر شیطانی همه چیزو ذوب میکنه، کلی هیلتون میکنه، پلی دادنش فانه و کلن بیلد فوق قدرتمند DLCه. دمیج بسیار بالا به اضافه یه هیل شدن بی نهایت. این سلاحو حتما به دست بیارین بچه ها. ولی همونطور که دیدین تیرای فلسک اختصاصیمون خیلی توی بیلد مهمن، مخصوصا بیلد دوم. تمام تیرهایی که DLC بهمون میده مهمن، ولی تمامی این تیرها از کشتن گالموی کورهی به دست میان که کشتنشون واسه پلیه را سخت و غیر ممکنه. ولی نگران نباشین، توی ویدیوهای قبلی توضیح دادیم چطوری میشه تک تک این گالم ها را به درک واصل کرد و به ساده ترین روش ممکن شکست داد، تیرهاشون رو گرفت. با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوشو تماشا کنین اینجا. توی ویدیو بعد میبینمتون. فرال.